سرخط خبرها. امریکا در جستجوی دلایل برای تحریم روسیه است. جنگ در 12 ولایت. 261 عضو طالبان کشته شدند. و همچنان در پایان محب عملیات علیه طالبان در شمال افغانستان را اندازی می شود. به نام یاد خدا و با عرض سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. معاون وزیر خارجه روسیه اظهار داشته است که امریکا در جستجوی دلایل جدید برای تحریم روسیه است. با گزارش اسپوتنیک، سرگیو ریاب گفت معاون وزیر امور خارجه روسیه گفته است که امریکا همچنان دنبال یافتن بهانه‌های برای وضع تحریم‌های جدید علیه مسکو است. ریابکوف گفت امریکا نمیتواند از سیاست تحریم‌ها دست بکشد، حتی اگر بفهمد بیهوده است. آنها به دنبال دلایل میگردند که چه موقع و به چه بهانه چنین کار دیگری را انجام دهند، اما فرسودگی و بی‌معنایی این سیاست حتی برای کسانی که توصیه میکنند که دولت در واشنگتن چی سیر رسمی را در جهت روسیه دنبال میکند به طور فزایند آشکار است. این در حالی است که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا چند پیش دستور اجرایی مربوط به اعمال تحریم علیه روسیه را امضا کرد. ایالات متحده شرکت‌های خود را از دستیابی مستقیم به بدیهای روسیه که توسط بانک مرکزی، صندوق ثروت ملی و وزارت دارایی این کشور پس از 14 جون 2021 صادر شده است، منع کرده است. جنگ در 12 ولایت. 261 عضو طالبان کشته شدند. وزارت دفاع ملی میگوید که در جریان حملات و درگیری نیروهای امنیتی و دفاعی با جنگجویان طالبان در چندین ولایت 261 عضو این گروه کشته شدند. خبرگزاری افاق. این وزارت امروز سه شنبه 15 سرطان در اعلامیه گفته است که در این درگیری ها 206 عضو دیگر طالبان نیز زخمی شدند. اعلامیه افزوده است که این افراد در ولایت‌های لغمان، ننگرهار، پکتیکا، قندهار، زابل، بادغیس، بلخ، جوزجان، هلمند، بدخشان، قندوز و کاپیسا کشته و زخمی شدند. با گفته این وزارت در این مدت 40 ماین مختلف نو که توسط طالبان در نقاط مختلف کشور جابجا شده بود نیز کشف و خونسا شده است. روز گذشته نیز وزارت دفاع از تلفات سنگین جنگجویان طالبان در چندین ولایت کشور خبر داده بود. گروه طالبان تاکنون در این زمینه چیزی نگفته است. محب عملیات علیه طالبان در شمال افغانستان راه اندازی می شود. حمدالله محب مشاور شورای امنیت ملی افغانستان روز دوشنبه 14 سرطان به رسانه‌های روسی گفته که حکومت افغان بر ضد طالبان در ولایات شمالی حملات متقابل راه اندازی می‌کند. وی در گفتگو با رسانه دولتی روسیه گفته که نیروهای امنیتی توقع چنین حملات را نداشتند، اما در مقابل آن حملات متقابل راه اندازی خواهد شد. انگلیس پس از خروج نیروها حق اقدام نظامی در افغانستان محفوظ است. با گزارش اسپوتنیک، جیمز هپی، معاون وزیر دفاع انگلیس در مصاحبه با شبکه خبری اسکای نیوز گفته است که در صورت رشد حراس افغانی در افغانستان و تهدید برای کشور و متحدانش گزینه اقدام نظامی را برای خود باز نگه داشته و احتمال حملات هوایی در خارج از مواضع افغانستان را رد نمی کند. هیپی در پاسخ به سوال یکی از اعضای پارلمان در مورد اینکه آیا انگلیس برای مقابله با تهدیدات احتمالی در افغانستان از طریق برنامه عملیات‌های خارج از کشور ماموریت‌های نظامی را انجام خواهد داد یا خیر گفت که هواپیماهای جنگی انگلیس از پایگاه قبرس برای حمله به اهداف مرتبط با گروه تروریستی داعش دولت اسلامی یعنی ممنوع در فدراسیون روسیه در سوریه و عراق استفاده می‌کند. وای گفت ما مطمئنن حق مقابله با تهدیدهای تروریستی علیه انگلستان را که ممکن است در افغانستان مجدداً ظهور کنند برای خود محفوظ نگه می داریم. مدل ماموریت خارجی که در قبرس برای حمایت از عملیات سایبان استفاده شده جلب مورد توجه ما قرار دارد. دقیقاً کسانی که برنامه های را برای چنین رویدادهای در افغانستان آماده می کنند در مورد این فکر می کنند.
او گفت نقش سرویس هوایی ویژه انگلیس در افغانستان آموزش نیروهای افغان و استقرار در کنار آنها به عنوان مستشار می باشد. یک سخنگوی وزارت دفاع انگلیس هم گفت لندن ریزنی های درباره آینده حمایت من از افغانستان با امریکا و متحدان بین المللی دارد. وزارت دفاع امریکا هم گفته است به تأمین مالی و مشاوره به نیروهای افغان پس از خروج نظامیان امریکایی ادامه خواهد داد و قطعات کوچک از هواپیما و بالگرد را آنجا می گذارند. قصد چین برای ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی مستقر در فضا. چین قصد دارد از پرتابگر فوق سنگین برای ساخت بزرگترین نیروگاه خورشیدی مستقر در فضا استفاده کند. با گزارش اسپوتنیک به نقل از اسپیس نیوز، چین قصد دارد که از یک پرتابگر جدید فوق‌العاده سنگین برای ساخت نیروگاه خورشیدی مستقر در فضا در مدار زمین ثابت استفاده کند. با گفته لانگلی هو، طراح ارشد پرتابگرهای لانگ مارچ چین با پرتابگر آینده لانگ مارچ نو و پرتابهای متعدد برای ساخت تأسیسات انرژی خورشیدی مبتنی بر فضا در مدار زمین استفاده خواهد شد. اشاره شده است که این امر امکان دستیابی مدوام به انرژی خورشیدی را بدون در نظر گرفتن تأثیر آب و هوا و عوامل جوی فراهم می کند. انتظار می رود انرژی تولید شده از این طریق با استفاده از مایکرویو یا لیزر از فضا به سطح زمین هدایت شود. با گفته لانگ، این پروژه در سال 2022 با آزمایش تولید برق در مقیاس کوچک آغاز شده و حدود سال 2030 با تأسیسات تولید برق در سطح مگاوات منجر می شود. تولید برق تجاری در سطح گیگاوات تا سال 2050 محقق خواهد شد. این کار نیاز به بیش از 100 پرتاب لانگ مارچ و حدود 1000 تن زیر ساق دارد که در مدار تجمیع می شوند. این پروژه پیچیده نیاز به یک سامانه جمع‌آوری انرژی خورشیدی در مساحت با مقیاس چندین کیلومتر مربع و یک زیر سامانه انتقال قدرت بزرگ هایکرویو دارد. در حال حاضر چین امکانات اقتصادی پروژه و مسائل امنیتی مرتبط با آن را بررسی می کند. پروژه های انرژی خورشیدی مستقر در فضا قبلا مورد توجه کشورهای از جمله ایالات متحده و ژاپن قرار گرفته بود. پاسخ جدید به معمای هسته عطارد. تیمی از دانشمندان نجوم توضیح جدید را در مورد چگونگی هسته آهنین سیاره عطارد ارائه دادند. با گزارش اسپوتنیک، ستاره شناسان دانشگاه میرلند در ایالات متحده و دانشگاه توهوکو در ژاپن توضیح جدید را در مورد اینکه چرا هسته عطارد در مقایسه با گوشته آن بزرگتر است ارائه دادند. پیش از این علت ناهنجاری غیر معمول تصادم‌های مکرر با دیگر اجرام کیهانی در مراحل اولویه وجود منظومه شمسی توضیح داده شده بود و فرض بر این بود که در نتیجه آن بخش بیشتر گوشته این سیاره ها از بین رفته است. این تصادم ها می توانستند به طور بالقوه جبه عطارد اولیه را بدون اعمال شوک شدید کننده باشد و بدنه عمدتاً آهنی آن را بر جای گذاشته باشند. تشکر که تا این دم با ما بودید. برای ویدیوهای بیشتر و تازه ترین خبرها کانال را سابسکرایب نمایید. روزتان خوش.